بفهم. سلام عرض میکنه کلیه بینندگان این برنامه، خیلی متشکریم و متشکرم که به دعوت انجمن آزادی اندیشه به این برنامه تشریف آوردید و از آن اقدام برای این امکانات نیکی ایجاد کردن و همکاری های همیشگیشون. بحث امشب من در حقیقت راجع به قطع‌های زنجیره‌ای هست و عنوانش رو همونطوری که ملاحظه می‌فرمایید قطع‌های سیاسی یا زنجیره‌ای سال 77 تحملی در تاریخچه و تفکر عامرانه. خب در این بحث چنین سیاسی طبیعتاً نمیشه به امر سیاست نپرداخت، هرچه بخش دوم صحبت من بیشتر راجع به یعنی بحث نظری است راجع به این قطعه و تفکر کسانی که این قطعه رو در واقع ساماندهی کردند و آمران آن. اول من چند تا اسم میخونم از این قطعه، یعنی کسانی که کشته شدن. یعنی ما امروز در 20 سالگرد از دست رفتن پروانه فروهر یا پروانه اسکندری، داریوش فروهر، محمد مفتاری و محمد جعفر پوینده است. ولی این فهرست کسانی که به دست این جریان مخوف به قتل رسیدن بسیار فراتر از این. از اعضای کانون نویسندگان ایران دو عضو دیگر هم در واقع در این ماجرا جان عزیزشون را دست دادن. نخست احمد میرعلایی در 2 آبان 1374، یعنی 3 سال پیش از این واقع، پیکر بیجانش رو کنار در واقع توی خیابون کنار خانه دوست نزدیکش زابن بوکاسیان با یک شیشه مشروب رها کرده بودن که مثلا خواسته بودن چنین در واقع القا کنن که میرعلایی در واقع پیش دوستش رفته است که ارمنی هم بود، اونجا مشروب خورده، بعد آمده ایست قلبی کرده و فوت کرد. فقط یک مورد رو اشتباه کرده بودن بود که زاوین در اون روز در اون ما اصلا اصفهان که نبود، هیچ در ایران نبود، بلکه آمده بود وین و ویان برای کار. نفر دوم از کانون نویسندگان قفار حسینی هست که در 20 آبان 1375 از دست رفت، که حتی ما با اینکه وضعیت بسیار بدی داشتیم از لازه برمون، حتی ما زمانی که رفتیم به زهرا برای آخرین خداحافظی با پیکر میجانش، یک ساعت پیش از اون زمانی که قرار بود در واقع جنازه تحویل بشه، اون رو بردن و یه وصیت‌نامه ساختگی درست کردن که قفار وصیت کرده است که در واقع در علی گودرز به خاک سپرده بشه. بعد ما احمد تفضلی در 24 دی 75 هست که با ضربه های دیلم بر سرش کشته شد. احمد تفضلی استاد بی‌بدیل زبان‌های باستانی ایران بود، پارتی و پهلوی، رئیس کرسی زبان‌های باستانی ایران در دانشگاه تهران بود، یکی از شاید در جهان تعداد کسانی که چنین تخصص بالایی در حد امیر احمد تفضلی داشتن شاید به انگشتان یک دست نمی‌رسه. بعد ابراهیم زالزاده است که در 5 اسفند 75 روبوده شد و در 9 فروردین 76 در واقع بدن بیجانش با ضربه های چاقو بر قلبش در یافت‌آباد جنوب تهران پیدا شد. بعد حمید حاجی‌زاده شاعر اهل کرمان و پسر 10 سالش کارون که اول مهر 77 کشته شد. بعد مجید شریفه که 28 آبان 77 مفقود شد، جنازش در 4 آبان 77 در پزشکی قانونی جای شد. بیان که بخوام اینجا چون خودش حدیث مفصلی سازی به کشتارهای سال 60 و 67 صحبت بکنم،
حتی این کسانی که به عنوان فرد کشته شدن خیلی فهرست بالاتره. نمونه میگم سعید سیرجانی، پیروز دوانی، حسین برازنده مفسر قرآن در مشهد، سه کشیش مسیحی، شماری از مولوی‌های اهل سنت. اگر بخوایم باز به عقب برگردیم، در واقع میتونیم به قتل فجیع دکتر کاظم سامی و بعد قتل دکتر منیجر حکیم که استاد بی بدیل آناتومی و رئیس کرسی آناتومی دانشگاه تهران بود، فقط به جرم بهایی بودن رفتن در مطبش و در واقع با ضرب چند گلوله ایشون رو به قتل رسوندن. اگر بخواید از لحاظ تفکر، نه این پروژه، اگر بخواید از لحاظ تفکر در واقع بررسی کنی، به نظر من برای ریشیابی و کندوکاو و باکاوی اندیشه این نوع در واقع قهرها، حتی باید تا من فکر میکنم باید تا اعدام های پشت بام مدرسه رفاه در 26 بهمن 57 یعنی 4 روز بعد از انقلاب رفت. این در حقیقت فعالیت های بود، یعنی این خود قطعه است. ما طبیعتاً الان چون نمیخوام وقت دوستان رو زیاد بگیرم، راجع به فعالیت هایی که کردیم چه در زمانی که بنده ایران بودم و با دیگر دوستانمون، که از جمله باید به تشکیل کمیته دفاع از حقوق قربانیان قطعه زنجیری اشاره بکنم که در تیر ماه 1378 در تهران ما تشکیل دادیم با در واقع شرکت خانواده های فروهر و مختاری و پوینده، بعد آقای صدر آچه جوادی که دبیر این کمیته بودن، آقای شاه حسینی، آقای مهندس ماینفر، آقای مهندس گل سرخی و دیگر دوستانی نظیر آقای زرفشان و رئیستانا و حکیمی، که دو سال ما در ایران در چارچوب این کمیته فعالیت کردیم برای پیگیری این قطعا. حالا چه شد که در واقع این قطعا در واقع به اون چیزی که ما میخواستیم در پیگیریشون نرسیدیم، یه امر روشنیه، شاید در یه برنامه دیگری بشود مفصل‌تر صحبت کرد. اما به نظر من راجع به این واکاوی تفکری که پشت این قطعهای زنجیره‌ای هست، به نظر من این تفکری آمیزه است از دوران جاهلیت و فاشیسم قرن بیستم. این رو دوباره میگم، این رو با تأمل میگم که آمیزه ایست از دوران جاهلیت و فاشیسم قرن بیستم، این تفکری که پشت این قتل‌ها نهفته است. به این معنا که این نگاه تعارض‌ها و مشکل‌ها و دستبندی‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی جامعه رو واقعیت جامعه و حرکت طبیعی جامعه نمیدونه. این نگاه تمام این تضادهای جامعه رو در واقع یک واقع عرضی، یک امر موقتی میدونه، که این تضادهای اجتماعی و این به اصطلاح اختلاف نظر در نگاه و دستبندی سیاسی و فرهنگی رو برای در ذهن خودش، برای رشد طبیعی بازم به ذهن خود در ذهن خودش نادرست میشماره و مضر میشماره و تصور میکنه که اینها مزاحمان ثبات جامعه اند. و این تفکر به همین علت هم این تفکر به جای اینکه در حقیقت مخالف رو حکیم بداند، دشمن میشماره و چون دشمن میشمارد برای نابودی اون کمر به نابودی اون میبنده. و بیجهت نیست هنوز کسی، مثلا شما فکر بفرمایید همین اواخره کسی مثل محمد رضا باهنر که از رهبران به اصطلاح این جریان اصولگرا هست، خیلی روشن و در یه مصاحبه خیلی به اصطلاح با اطمینان ایشون میگه که کسی که اپوزیسیون نظام شد باید پیه اعدام را هم به تنش بمالد. شما ببینید این تفکر. دومین موردی که راجع به این تفکر میشه گفت این است که این تفکر بر مبنای یک الگوی از پیش ترسیم شده
و کاملا خط کشیده شده حق و باطل حرکت میکنه. در این الگو هیچ دیگر و دیگری جا و مکان و حق حیات هم نداره. و زمانی که توجیه های دینی در خدمت این نگاه ایدئولوژیک قرار میگیرن و مسئله های زمینی به آسمون برده میشن، رنگ و روی کاملا مقدس به خودشون میگیرن. شما فکر بفرمایید زمینی ترین نهادها یعنی حکومت و دولت در بیان این حکومت میشن مقدس. شما بارها دیدید میگوین جمهوری مقدس اسلامی، نظام مقدس جمهوری اسلامی. در این آموزه‌ای که قدسی شده، در چنین آموزه قدسی شده، هر دیگری و دیگراندیشی در واقع نه تنها مطروده بلکه محروم از حقوق انسانیشه و از نظر اونها تنها سزاوار نابودیه. سومین به اصطلاح رگه‌ای که میشه در این تفکر دید، این تفکر شهروندان جامعه رو به صورت اتم‌ها و ذره‌های کاملا مجزا از هم می‌بینه که هویت این ذره‌ها تنها در یک جمع امتی پذیرفته شده است براش، و در این جمع امتی تنها وظیفه‌ای که دارد در واقع تکلیف در برابر حاکمان داره. این رو شما میتونید در بیان خیلی روشنش مثلا در بیان مصباحی ازدی ببینید که میگوید مردم چه کارن که رئیس جمهور انتخاب بکنن، مردم کی هستن که چنین چیزی رو انجام بدن. در نتیجه این تفکر از هر نوع جمع شدن، از هر نوع تجمعی هراس داره و اون رو بر نمیتابه، و به همین علت هم هست که سعی میکنه در نطفه هر تجمعی رو داغان کنه. یکی از چیزهایی که جالب با در این کمیته دفاع از حقوق قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای که در ایران داشتیم، یک فهرست 75 نفره در واقع از کسانی که در این ماجراها جانشون رو از دست داده بودن تهیه کنید. بخش اعظم اینها در یه تشکل بودن، یعنی مثلا در کانون نویسندگان خوب تشکل نویسندگان بود، تا زنده یادان فروهرها که خوب رهبران حزب ملت بودن، حتی کسی مثل حسین برازنده در مشهد که بالاخره جزو یه مجموعه دینی بود، یا کشیشان مسیحی یا مولوی های اهل سنت، همه اینا یک نوع در حقیقت در یک نوع تشکل بوده و اینا بی نهایت راجع به تشکل و جمع شدن افراد در یک تشکل بسیار حساس و فکر میکنن در نطفه باید خفه کرد و در نطفه خفه کردنش هم به صورت خشنترین شکل اون، یعنی از بین بردن اون، تجلی میکرد و میکنه. چهارمین موردی که میشه راجع به اینها گفت این است که این تفکر پرورش و پیروزی خودش رو در چارچوب معیارهای جهان امروز برای رقابت نمیدونه. یعنی رقابت آزاد، رقابت آزاد اندیشه و فکر، او در این میدان وارد نمیشه، چون میدونه که در این رقابت آزاد کالایی برای عرضه کردن نداره و در نتیجه مهم در حقیقت براش این است که اون بنبست ذاتی و بنبست جوهری خودش رو در واقع راه حلش رو در حس میبینه. فراموش نکنیم این تفکر پایه اصلیش بر مبنای به اصطلاح تبادل آرا و نمیدونم مردم و اینا نیست. مسئله اصلیش در واقع النصر و فروبه و ببخشید النصر و بروبه، یعنی برای همین هم هست، یعنی میخواد با وحشت سیطره خودش حفظ کنه. این رو کجا میبینیم؟ این وحشت رو از کار روزمره توی خیابان، توهین کردن ها،
به زنا، به مردا. یه قدم بالاتر، این اعدامایی که در خیابان میکنن، این با جر سقید نمیتونم، این تازیانه هایی که تحت عنوان تزییر به صورت علنی میزنن، همه اینا برای وحشت پراکنیه. علاوه بران در واقع بازجوییه، در نهایت زندانه و در نهایت اگر نشود در واقع اعدامه. در نتیجه این تفکر راه حل به اصطلاح این ضعف ذاتی فکر خودش رو با کشتار درمانی در واقع حل میکنه. پنجمین مسئله که میشه راجع به این تفکر گفت، نگاهش به مقوله فرهنگه. برای این تفکر فرهنگ امر کاملا امنیتی، اینی که به اصطلاح اندیشه بتواند به صورت آزاد جریان داشته باشد و اندیشه ها با همدیگه رقابت بکنن، در این تفکر هیچ جایی نداره. به همین علت هم هر خودی و غیر خودی، در واقع هر غیر خودی و دیگر اندیشی، اصلا در چارچوب اون چیزی قرار میگیره که تحت عنوان تهاجم فرهنگی. نمیدونم دوستان حتما یادشون هست یه دورانی کیهان که برنامه به اصطلاح مقاله که در کیهان شریعت مداری و پیش از آن نوشته میشد، بعد برنامه هویت، همه اینا بر اساس تهاجم فرهنگی بود. من یه جمله از سعید امامی، کسی که یکی از رهبران اصلی این کشتار بود، نه الزاماً آمران یه مقدار بالاتر از سعید امامی بودن، که البته سعید امامی رو بعد در زندان خود کشوندنش. سعید امامی در سال 1374 در یک جمعی در دانشگاه همدان این جمله رو میگه راجع به تهاجم فرهنگی. میگه تهاجم فرهنگی در حال حاضر ریشه ها را نشان میده. ما دلایل بزرگی برای این حرف داریم. این علت اصلان و شد از اسلام است، درست برعکس. بعد اضافه میکنه تفکراتی که ما با آن روبرو هستیم، یک تفکرات لاییسم، دو تفکرات مسیحیت، سه تفکرات اسلام سیاسی، چهار تفکرات یهودیت. آنها میخواهد بنیان فکری ما را به هم بریزد. خیلی مهمه که در واقع کسانی که دگراندیشن، به خصوص دگراندیشایی که باورهای سکولاریستی و لایک دارن، اینها در واقع این خطر رو به این صورت حس میکنن و برای رفع خطر تصور میکنن که باید با حذف و کشتار در واقع عمل بکنن. کاری که حتی اینا یه برنامه داشتن، یعنی یه بحثی داشتن که 400 نفر باعث این وضعیت در جامعه ایران شدن و این 400 نفر رو یا باید خوش یا جوری باید اینا رو خونسا کرد. که مثلا شما فکر بفرمایید این برنامه که در واقع اتوبوس نویسندگانی که از دوستان ما به ارمنستان میرفتن و میخواستن در دره پرت بکنن دست جمعی، یا تصمیمی گرفته بودن که به یه جلسه کانون حمله بکنن یا نارنجک بندازن، اینا نشون میده که در حقیقت چگونه میبینن. موضوع ششمی که من فکر میکنم کمتر شاید بهش توجه میشه، در حقیقت این است که این خیلی مهمه، اون مسئله کلیدی قدرت، مسئله قدرت، حفظ آن قدرت و امتیازهای مالی، سیاسی، اقتصادی، همه این چیزهایی است که این قدرت برای اینا به وجود میاره. به همین علت هم هست که اینها بعد از 40 سال هنوز نمیتونن، یعنی هنوز اطمینان ندارن به خودشون، به علت اینکه خیلی این حکومت رو ساده به چنگشون افتاد، هنوز اطمینان ندارن که این حکومت مال اینها هست. به همین علت شیوهی رفتار میکنن که گویی میدانن که باید در واقع موقتی هستن، در اصطلاح جمع‌آوری ثروت و در تاراج و غارت ثروت. بسیاری از این کسانی که امروز
در مرجع تصمیم گیری در این حکومت میشستند، در جای مقابل اینا در زمان شاه از لحاظ مالی وضع بسیار بدی داشتن. عموما با یک سری به اصطلاح با یک نوع فریب عامه میتونستن زندگی بکنن، اینایی که در حکومت هستن درش میکنن. الان خب این همه ثروت، کارخونه، انحصار واردات، انحصار صادرات، تمام چیزایی که به چنگ اینا افتاده و بی هیچ مانعی هر کاری هم که دلشون میخواد انجام میدن، خب این به اصطلاح حفظ این قدرت، یعنی مسئله این که این معیارهای دموکراتیک امروز که برو در همه کشورهای دموکراتیک جهان مسئله اکثریت و اقلیت مطرح است، واگذاری قدرتی مطرح است، رأی مردمی مطرح است، نظر مردمی مطرح است، برای این نگاه هیچ محلی از اعراب نداره. من سخنم رو کوتاه میکنم برای اینکه زیاد وقت دوستان رو نگیرم، به یک صحبتی که در اول دی 1377 در مراسمی که اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در مسجد نور در میدان فاطمی برگزار کرد برای دوستانمون محمد مختاری و جعفر پوینده، بنده در واقع به عنوان سخنران اون مجلس در واقع صحبت هایی کردن، بخش خیلی کم اون صحبت رو امروز میگم. اونجا گفتم که آخرین کتاب منتشر شده تا آن زمان محمد مختاری تمرین مداراست و آخرین کتاب منتشر شده جعفر پوینده در خصوص حقوق بشر است، ترجمه با عنوان حقوق بشر و تاریخ آن. یکی از مدارا سخن گفته است و دیگری از حقوق بشر، اما پاسخ تناب دار بوده است و کشدار. آیا میان مدارا و حقوق بشر میتوان رابطه کشف کرد با کشتن؟ و اضافه کردم رشید الدین فضل الله وزیر در جامع التواریخ می نویسد که حدود سال 618 هجری چنگیز خان مغول قصد لشکرکشی به خوارزم و قطع عام آنجا را داد، اما میدانست که نجم الدین کبرا از عرفا و بزرگان صوفیه در قرن ششم و هفتم در خوارزم زندگی میکنند. پس به نجم الدین، این جمله فضل الله وزیره، پس به نجم الدین کس فرستاد که من خوارزم را قطع عام خواهم کرد و آن بزرگ باید از میان ایشان برود، که البته نجم الدین کبرا نپذیرفت و همراه مردم خوارزم قطع عام شد در این حمله چنگیز. اونجا بحثم این بود که خب در چنگیزی که اون همه سر میبرید ابا کرد از کشتن، میخواست یک اهل رو بزرگ و در حوزه فرهنگ رو نکشه، ولی در روزگار ما حتی کسانی چنین در واقع عمل میکنن که و بزرگان و در رو مادی مملکت رو چنین بلاهای به سر میارن. در آخرین کلام های صحبتم امشب میخوام اشاره بکنم به مقاله محمد مختاری در همون کتاب تمرین مداراش. در این کتاب تمرین مدارا محمد یه مقاله داره با عنوان بازخوانی فرهنگ. با این جمله مقالش رو شروع میکنه: بازخوانی فرهنگ یکی از ضرورت‌های دوران ماست. بازخوانی فرهنگ از دوره انقلاب ضرورت اساسی و همه جانبه یافت، زیرا انقلاب به هر حال ذات ما را عریان کرد. بازخوانی فرهنگ همچنان که تمرین انتقاد است، تمرین مدارا نیز هست. گسترش ذهنیت انتقادی و افزایش تحمل در برابر اندیشه ها و عقاید دیگران دو روی یک سکه هستند.
ببخشید. و هر دو نیز کارکرد جامعه مدنی هم که چشمنداز امروزیشان نهادی شدن حقوق و آزادی های دموکراتیک است. اگر انتقاد از دیگری کماکان مقاله محمد رو میخونم، اگر انتقاد از دیگری مستلزم مدارا با دیگری است، نقد خیشتن مبتنی بر تأمل در خیش است. درک نارسایی ها و دشواری ها، آرزه ها و بازدارندگی های فرهنگی ما مدارای دردناک می طلبد. به این اعتبار بازخوانی فرهنگ گفت و شنیدی با سنت خیش است. یعنی گفت و شنید یکی از اجزای این فرهنگ با اجزای دیگر آن است. گفت و شنید با خیش روی دیگر گفت و شنید با دیگری است. این دو هم در گرو نهادینه شدن مدارایند و هم زمینه و عملی برای این نهادینه شدنند. گفت و شنید یک رابطه است و دو سوی رابطه در نقد نظر مکمل و تصحیح کننده هم است. زیرا برقرار ماندن رابطه در گرو تفاهم در تفاوت و مدارا در اختلاف هاست. از این رو اساس گفت و شنید بر امکان درک حضور دیگری استوار است. درک حضور دیگری نیز مبتنی بر درک و پذیرش حق و شأن برابر اندیشگی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و و برای دیگری است. پایان نقل مقاله محمد. میبینیم که یکی از گسترش ذهنیت انتقادی و افزایش تحمل در برابر اندیشه ها و عقاید دیگری سخن گفته است و آن دیگری با طناب دار به میدان آمده است. یکی از مدارای دردناک سخن گفته است و آن دیگری با دشنه و چاقو دردی دردناک را برای او رقم زده است. یکی از تفاهم در تفاوت و مدارا در اختلاف گفته است و آن دیگری سر به نیز کردن مخالف را پیش خود ساخته است. با جمله از آندره مارتو تمام می کنم صحبتم رو. کتاب صداهای سکوت جمله بسیار زیبایی داره. میگوید سالت بشر در این بیان نیست که بگوییم آنچه من انجام دادم هیچ جانوری انجام نداده، بلکه در این است که بگوییم ما آنچه حیوان از ما میخواست نپذیرفتیم و ما میخواهیم هر جا که عوامل در هم شکننده انسان را یافته این خود انسان را بیابیم. آنچه که عامران و عاملان قطعهای سیاسی زنجیره‌ای انجام دادن آن چیزی بود که حیوان از آنها خواست. اما فروهرها، مختاریها، پوینده‌ها، قفار حسینی‌ها و و همه جا در جستجوی انسان بودن چون از تبار انسان بودن. تشکر میکنم از محبت. بله، سپاس از دکتر پهلوانی عزیز. به بخش پرسش ها میرسیم. من اولین پرسش رو خدمتون میگم. دوستی پرسیدن که درود به جناب پهلوانی، نقش اسلام در این هشدار چیست؟ آیا این گونه قتل عام ریشه در اندیشه اسلامی ندارد؟ ببینید، تصور من این است که دید بزرگ مثل اسلام رو نمیشه در هشدار خلاصه کرد.
اسلام مثل هر اندیشه دیگری به اصطلاح برداشت های متفاوت هست و اون برداشت به اصطلاح به یه معنا توتالیتر و اختراعگرانه از اسلام خب طبیعتاً چنین چیزی هست. شما این کشتارا رو که میبینید مثلا نگاه بکنید به عشق، اونم برای درکی از اسلام، ولی اینها به معنای این نیست به نظر من که کل اسلامی هست، نه کسان دیگری هستن که دید این به به دنبال اسلامی که به قول خودشون رحمانی هست، به قول خودشون با میتونه در واقع در رأس حکومت قرار بگیره و سالم از این چیزا بیرون. یعنی زمانی که اسلام سیاسی، اسلامی که در واقع بر اساس درک سیاسی و حکومتی حاکم میشه، چنین چیزهای حالا یه جایی میتوانست مثلا کمتر باشه یا بیشتر باشه، ولی به هر جهت زمانی که ایدولوژی و ایدولوژی های که بخصوص برداشت های اقتدارگرایانه و توتالیتاریستی بخصوص از مذهب همیشه به دنبال میاد، هم در ایران دیدیم دیگه شاهدش بود که در ذات اسلام فقط اینه و چیزی دیگه. بله بسیار خوب. دوست دیگر آقای میلاد پوریسا سوال کردن ضمن تشکر از شما، با توجه به ویژگی هایی که برای تفکر پشت قطعه‌های زنجیره‌ای برشمردید، آیا استعداد بازتولید این جنایت ها در خود جامعه ایران حتی در نبود جمهوری اسلامی هم هست؟ خیلی سوال بسیار موضوع مهمی رو جناب پوریسا تر کردن. یعنی و یکی از بحثایی که من همیشه داشتم و این گوشه که از صحبتهای زندیات محمد مواختاری هم خوندم نشون میده، ببینید این جمله که محمد نوشته بود که انقلاب ذات ما رو عریان کرد، یعنی این فکرها امروز به شکل اسلامی شو حکومت اسلامی بروز کرده، ولی واقعا اگر با این فکر با این اندیشه ها مبارزه نشه و مسئله مدارا، مسئله پذیرفتن حق دیگری، مسئله همزیستی متفاوت‌آمیز و احترام به دیگری نباشه، در حکومت بعد از این حکومت هم یه حکومت دیگه بیاد، حالا هر اسمی باشه هر اسمی باشه، دوباره میتونه اتفاق بیفته. به نظر من اتفاقا در این سالگردهای چنین قطعایی عمده ترین مسائل این است که مخالفین این حکومت کنند که مبادا چنین اندیشه های در ذهن خودشون هم باشه، منتها امروز به سر امکان بروز نداره. خیلی سال مهمی بود به نظر من. بله سپاس. دوست بعدی آقای جعفر پویه پرسیدن که خمینی در سخنرانیش در بهشت زهرا گفت این مملکت از غنایم اسلام است، بنابراین غارت و چپاول پایوران رژیم جمهوری اسلامی را می شود ناشی از چنین تفکری دانست، اما در عین حال آنها سعی در صادر کردن انقلاب و گسترش آن با هزینه های بسیار سنگین دارند که با درک بالا در تضاد است. این دوگانگی را چگونه می شود توضیح داد؟ من اتفاقا این دوگانگی نمی بینم، من اتفاقا هر دوتا رو در یه مسیر می بینم. یعنی اینا از یک طرف در واقع فکر میکنم، بارها توی یوتیوب اینام هست از این آقایان که میگن اصلا این مملکت مال ماست، حق ماست، فراوونه، توی یوتیوب در سفرانی هاشون در مسجد در نماز جمعه چند جا گفتم، نمیگم همشون گفتم ولی چند نمونه خود من که مملکت و ایران رو در واقع حق خودشون میکنن،
و حتی یه آقای صحبت میکرد، میگفتش که در زمان نمیدونم اون دوران اولیه اسلام پولشون هم گرفتن، زنشون هم گرفتن، ولی ما زن کسی رو نگرفتیم، ولی باز حقمون بود. اصلا بحثای اینطوری هم حتی یه عده تحیل میکنند ما رو ناس به کستیلیه تعلق نداره و سعی بکنن که این انقلاب رو به قول خودشون صادر بکنن. این یک نوع همش ناشی از این تفکر اقتدارگرایانه و این تفکر که در واقع این جهان رو جهان خودش نمیدونه، این جهان رو میخواد به اون جهان خیالی خودش به گذشته بسیار دور ببره و این جهان رو اصولا در تضاد با منافع با موجودیت خودش میبینه، نه تنها تضاد، و همین علت هم سعی میکنه این جهان رو ناآرام بکنه. و مسئله صدور انقلاب حالا یک بخش ناآرام کردن جامعه هایی که حتی اسلامی هم نیستن یه بخش دیگه است، یعنی این حکومت و این تفکر از اسلام جهان امروز رو جهان بیگانه با خودش میکنه و به عبث و تصور میکنه که میتونه در واقع به آن جهان خیالی متعلق به چندین و چند بله سپاس آیه دکتر کردوانی عزیز. پرسش دیگه ای نداریم. الان یک دکتر دیگه همین دوستمون اضافه کردن که خدمتون میخونم. آیه جعفر کویه گفتن که چه ضرورتی باعث حذف مخالفین میشود، زیرا این روزها دیگر شاهد فعال شدن تیمهای حذف و ترور هستیم، قتل فعالان در داخل کشور و تلاش های موفق و ناموفق در خارج کشور. نماد این ضرورت این روزها چیست که قتل درمانی بار دیگر در دستور قرار گرفته است؟ ببینید، من تصور میکنم که این حکومت اگر بپذیره تمام به اصطلاح ضرورت یک بازی دموکراتیک رو، طبیعتا باز خودش رو بازنده این به اصطلاح میدان میبینه، در نتیجه مسئلهش حذف و فقط با حذف میتونه زندگی بکنه و تحمل کردن دیگران. و این حلقه خودی رو اگر شما نگاه بکنید از روز پس از انقلاب، این حتی این حلقه خودی هم روز به روز تا به امروز تنگتر شد. یعنی اون غیر خودی هایی که کسایی نظیر بنده و چنابالی بودن که جای خود، ولی حتی خودی هایی که در این حکومت و به ثمر رساندن این حکومت نقش داشتن و مقام های بالایی هم داشتن دارن، حتی اونها هم آرام آرام میشن جز غیر خودی ها. در حال نتیجه این مسئله هست یک در سرشت این. و من تصورم این است که اینی که باز اگر نمونه هایی و رو نشانه هایی رو میبینیم برای یک نوع هنوز من فکر میکنم زود قطع بسلا نظر قطعی، اینا هر جایی که به بنبست برمیخورن یکی از کارهایی که میکنن که این بنبست رو فرافکنی بکنن، حالا از طریق به صورت نیابتی از طریق آدم هایی که جای مختلف دارن، خواه به صورت گروگان خواه به صورت کشتار، اینا در واقع حل بکنن. یک نوع حل به صورت یک نوع ترسوندن و حل دعواهایی است که در سطح بین المللی دارن هست، ولی هنوز یه مقدار زوده، گرچه نمونه های از اون رو ما میدیم. بله سپاس. سال بعدی آقای رضا سرداری سوال کردن که به نظر شما انگیزه اصلی قتل ها با رقابت های داخلی جناح‌های نظام در ارتباط نبود؟ انگیزه اصلی خیلی، چون ببینید این قتل ها درست
که زمان آقای خامنه‌ای در واقع رو شد و وزارت اطلاعات زیر فشار آقای خاتمی مجبور شد که بپذیره که این قتل‌ها به دست افراد خودش بودن، حالا با ولی این قتل‌ها خیلی یعنی در دوران رفسنجانی خیلی زیاد بوده. اون موقع که این رقابت‌های داخلی به این شکل که در واقع وجود نداشت، یعنی یکی از مشکلات اصلی اتفاقا برای 5 نفر یعنی فروهرها و مختاری و پوینده، بخش اعظم مطلب هایی که در روزنامه ایران اصلاح طلبان نوشتن مسئله اصلی رو در واقع آوردن که اینا میخواستن حکومت خاتمی آقای خاتمی رو به شکست بشونن و در نتیجه پروژه بوده از ضد دولت آقای خاتمی و در نتیجه تمام مسئله های دیگه، موضوع های دیگه که اصلا اینا چه کسانی بودن، چه تفکر سیاسی داشتن و این اتفاقا قبلش افتاده یا نیفته، همه اینها رو در واقع کنار گذاشتن و فقط یک مسئله رو عنوان کردن که این قطعه برای به شکست کشاندن دولت خاتمی و دولت اصلاحات بوده که چی؟ که این میتونست یه بخشی از اون باشه ولی همه اون نبود. نه اتفاقا من فکر میکنم که انگیزه اصلی این قطعا اون چیزایی بود که من خدمتتون عرض کردم طبق نظری که دارم، ولی انگیزه اصلی در واقع تصادف جنایی نبود. بسیار خب، من جانم جان فردوانی، سوال دیگری قید نشده، همین چند سوال داشتیم، اگر که شما نکته پایان دارید بفرمایید، اگر نه که جلسه رو به پایان ببرید. نه خیلی متشکرم، دیگه ارزی ندارم، خیلی هم تشکر میکنم از همه دوستان و بخصوص از شما برای همه زحمت هایی که کشیدید. روز و روزگارتون خوش، با آرزوی موفقیت برای همه. سپاس از شما و با خداحافظی از کلیه دوستانی که گوش فرا می‌دادن. روز و شب شما خوش.